با عرض سلام و وقت بخیر خدمت جناب آقای شمیرانی بزرگوار، همچنین ایرانیان و تبعیان ایران. میخواستم از یکی دیگه از شاهکارهای جمهوری اسلامی رو نمایی کنم براتون. دیشب اخبار 23 دقیقه جلسه دادگاه چند داعشی که در حملات تروریستی مجلس و مرقد دست داشتم از رسانه ملی اینها پخش شد و شکر خدا جمهوری اسلامی به بلوغ فکری رسیده. تا چند وقت پیش هر کسی که ناهنجاری تو جامعه به وجود می آورد آفتابه می انداختن گردنش و تو خیابون ها دور می چرخوندن، ولی الان داعشی رو دادگاهی می کنن و نه اسمش رو فاش می کنن نه چهرش رو نشون می دن. ملت دانا و متحد هرگز شکست نخواهد خورد. به امید ایرانی آزاد و شاد. درود بر جناب آقای شمیرانی فرمانده عزیز و جناب شاهزاده رضا پهلوی، خسته نباشید بهتون میگم. میخواستم یه موضوعی رو در میون بذارم باهاتون که این روزها سه تا کشور اروپایی دارن به آمریکا میرن و هی میانجیگری میکنن، میخوان برجامو نگه دارن. کشور آلمان، فرانسه و انگلیس هستن که میخوام بهتون بگم چیزی روشن هم هستش که دارن از عملکردشون معلومه. اینا دوست رژیم و دشمن سرسخت مردم ایران هستن و میخوان این رژیم سرپا بمونه. این یه چیز واضحیه. اینا دارن از اینجا میخورن، از کشورمون خوبم دارن میخورن که اینجوری دارن بال میزنن. ممنون، خسته نباشید. عرض درود خدمت فرمانده عزیز و محترم و همچنین دوستان و همرزان گرامی. فرمانده شرمنده، من وایس قبلیم رو که برای شما فرستادم حذف کردم، یه خورده طولانی بود و الان وایس جدیده. و میخواستم بگم که دیروز که از سر کار میومدم با افرادی صحبت کردم، حالا چه مغازه‌دار چه مسافرکش، پیرمرد پیرزن، پیش هر کدومشون که بودم باهاشون صحبت میکردم به هر بهانه‌ای و در مورد این وضع تأسف‌بار جامعه صحبت میکردیم. حالا من نمیخوام زیاد از درد بگم که همه میدونن چه خبره توی جامعه، ولی میخواستم بگم که صحبتشون از این بود که اگه بخوان، اگه ما مردم، اگه مردم شهر و یا استان خاصی بخواد به تنهایی به خیابان بیاد، به تنهایی بخواد بیاد به این وضع اسفناک جامعه پایان بده، به جایی نمیرسه. یعنی تأثیر داره ولی به اون نتیجه نهایی نمیرسه. و صحبت از این شد که بدون حمایت مردم عزیز پایتخت، بدون حمایت مردم با فرهنگ تهرانی، مثل این میمونه که ما یک لشکر بخواد بره به جنگ بدون داشتن سلاح و یا تفنگ، و جنگجویانی بخوان برن به جنگ بدون حضور فرمانده و یا پادشاه. این لشکر از قبل شکست خورده است بدون فرمانده و پادشاه، هم روی پادشاه. و میخواستم بگم که حالا من نمیخوام نصیحت کنم، اینو به عنوان یک درد دل بذارید. میخواستم بگم که همزم تهرانی، شما که صحبت از فرهنگ میکنی، شما که صحبت از دانش میکنی، وقتی که پای صندوق رأی میری از دانش و فرهنگ خود صحبت میکنی و میگی که ما به خاطر وطن، به خاطر رهبر نیست، به خاطر نمیدونم این جلادان نیست که میگن پای صندوق رأی، به خاطر میهنه، به خاطر مردمه. بس حالا هم بیا از این مردم دفاع کن، این مردمی که دارن صدا میزنن که هموطن تهرانی، هموطن شهرهای دیگه، به دادمون برسیم. و بهونه آب نیست، بهونه درجه طلبی نیست. ما میخوایم، ما داریم فریاد میزنیم که ما دیگه این رژیم رو نمیخوایم، ما آزادی میخوایم، ما دیگه به آخر رسیدیم. و منتظر نباشیم که حالا بعضی میگن که شاهزاده عزیز بیاد نجاتمون بده یا جناب فرمانده سید شمیرانی بیاد نجاتمون بده. منتظر نباشیم که فرد خاصی بیاد نجاتمون بده و یا
نمیدونم بتمن بیان نجاتون بده بده نمیدونم اسپایدرمن بیان نجاتون بده و منتظر نباشین که این اشخاص بیان نجاتون بدن. و این خودمونی که باید به هم دیگه کمک کنیم با اتحاد هم هستگی، چیزی که بارها شاهزاده عزیز از عرض کردن از اتحاد و همبستگی میگفتن، چیزی که فرمان عزیز جناب شیبانی عزیز بارها عرض کردن که این نیاز به اتحاد و همبستگی داره و امیدوارم که به اون نتیجه نهایی برسیم با همراهی شما. اینو بدون که اگه شما بیایید بیرون، اگه شما مردم تهرانی عزیز مردم با فرهنگ بیایید بیرون، مطمئن باش که این مردم دلگرم میشن و همه میریزن بیرون، چون میدونن که این همبستگی از پایتخت شروع شده، این همبستگی از مردم باشعور تهرانی شروع شده و این مردم هم دلگرم میشن، مطمئن باش. من سخن رو کوتاه میکنم، سپاسگزارم از فرمانده عزیز که وقت میذارن در کنار ما هستن، سعی و تلاش میکنن به خاطر ما، به خاطر میهن، به خاطر کشور عزیزمون و همچنین از شاهزاده گرامی و همچنین از همرزمان عزیزم که فعالیت میکنن. سپاسگزارم ازتون. پاینده ایران، پاینده شاهزاده رضا پهلوی، درود بر روح بزرگ رضا شاه بزرگ و به امید پیروزی. سلام جناب فرمانده، خسته نباشید، یه دنیا سپاس بر شما و خاندان پهلوی. خواهش میرانی، من یه جوانی هستم، 30 سالمه، الان 8-9 ساله ازدواج کردم، بچه دارم، ولی تو خونه اجاره هستم، نمیتونم، دستم نمیرسه خداش یه زمینی بخرم که ساخت کنم، یه خونه برای خودم داشته باشم. ولی این آخوندهای حرومزاده نامصباح دور دنیا رو دست کشیدن، آخوندی که در منبر میرفت برای 2 کروش روزه میخون، امروز داره پادشاهی میکنه، امروز داره پادشاهی میکنه، خدا لعنتشون کنه. مرگ بر خامنه ای، مرگ بر خامنه ای. مردم چه فکر میکنن آقای شمیرانی؟ چرا بلند نمیشن این کثافتا رو از مملکت ما بیرون کنن؟ مملکت ما دیگه ویران شده، ویران ویران شدیم، ما دیگه داغون شدیم. ننگ بر خامنه ای باد، ننگ بر خامنه ای باد. 40 ساله داریم چی میکشیم ما؟ 40 سال ما داریم چی میکشیم؟ جوانی که نون شب نداره میره دزدی میکنه، جوانی که نون شب نداره میره دزدی میکنه، میخواد نون زن و بچهش بده میره دزدی میکنه. این درآمد نفت و گازی که ما داریم هیچ کشوری نداره، ولی ما تو فقر و بدبختی داریم سر میکنیم. اگه بتونه این آقای ترامپ بزنه ایران با خاک یکسان کنه، ما هم خدا را شکر میکنیم، خدا را شکر میکنیم، بزنه ایران با خاک یکسان کنیم. ما که بدبختیم، بذار بدبختر بشیم. میخوام این آخونه نکبت رو زمین نباشم. مرگ بر خامنه ای، مرگ بر خامنه ای. این لاریجانی های کثافت اشغال مملکت و صاحب شدن بیشرف های عراقی. مرگ بر خامنه ای، درود بر شاهر یامر، درود بر رضا شاه بزرگ، درود بر شاه ایران زمین، درود بر بانو شهبانو فره ایران. دست پاشو میبوسم شهبانو فره ایران و رضا شاه بزرگ. دوستون دارم آقای شیمیرانی، یه دنیا سپاس. بدرود. درود بیکران خدمت فرمانده عزیزمان جناب آقای سعید شمیرانی، درود بر شاهزاده رضا پهلوی و درودها بیکران بر مردم و هموطنان واقعا مظلومم، بر وطن مظلومم ایران. فرمانده عزیزمان، از شما درخواست دارم که طبق صلاح دیدتان و با برنامه هایی که منتهی به رسیدن به نتیجه نهایی و پیروزی بشه برای وطن و مردممون، فراخوان ها بدهید در راستای اعتصاب های سراسری، مخصوصا نمونهش اعتصاب بانه و کردستان را به پای تخت تهران و
شهرهای بزرگ و جاهای مختلف کشور صادر بشه. تحریم و اعتصاب های سراسری علیه این رژیم جنایتکار ضد بشری و ضد ایرانی که میتونه فلجش بکنه مثل یه دیو. اول باید این دیو رو فلج کرد و بعد از هستی و ساقطش کرد و بعد به پیروزی برسیم. پس از شما درخواست دارم که فراخوان ها بدهید در تحریم و اعتصاب های سراسری همه گیر در وطن و خارج از وطن علیه رژیم و سپس تظاهرات خیابانی و سپس اشغال قلب و مراکز حساس این رژیم جنایتکار ضحاک. یک دنیا سپاس از شما فرمانده عزیزمان. به امید آزادی، سعادت، هرچه زودتر وطنمان، مردممان و بازگشت هرچه زودتر شما و شخص شاهزاد رضا پهلوی. پاینده باد ایران. و در ادامه، من واقعا موندم تو این همه شهرهای ایران، اصفهان، تبریز، مشهد، کرمانشاه، آبادان، همه شهرهای جنوب کشور به پا خواستن، شرایط مملکت رو فهمیدن، پا شدن، این سر و صدا ایجاد کردن. نه، تهرانی ها چرا اینجوری نیستن؟ همه میترسن، همه میگن آره بابا ما چرا بریم خودمون رو به کشتن بدیم؟ بابا برای مملکت داری همچین کار میکنی، برای خودت، برای ناموست، برای ایران، ایرانی بودن داری این کار میکنی، هویت ملی تو داری حفظ میکنی. الان این حرومزاده های بی ناموس کاری کردن که هویت ملی ما رو کشیدن پایین. ببخشید که من خوش میدم یا بیادری میکنم، من این که مجردم واقعا شرایط زندگی کردن برای من خیلی سخت شده، این نمیتونم. اینا دیگه نفسه آخرشونه، اینا دیگه آخر عمرشونه که توی تهرانن. خواهش میکنم ازتون، خواهش میکنم از شهرونده تهرانی یه جرقه بزنم. من روی این صحبتام به روی مردم بود، تا به جنگ اسرائیل ما وارد نشدیم، دلار بدتر از اینا بالاتر نرفته، فحش و فساد توی ایران بدتر از این نشده، شروع کنیم، شروع کنیم و با امید خدا، با اعتماد به نفس کامل ما پیروز میشیم. چون این حکومت دیگه نفس آخرشه، حکومت نفس آخرشه، کار تمومه. وقتی با جسد رضا شاه تن حکومت به لرز در بیاد یعنی چی؟ الان اینا دارن تک تاکشون فرار میکنن، مملکت ما دست سپاهه، سپاه همه مملکت ما رو داره اداره میکنه. پس خواهشان تا وضع مملکت ما، وضع زندگی ماها بدتر از اینها نشده بجنبی. ممنونم که به حرف به صحبت من گوش کردید و اینکه آقای شمیرانی اگه این حرف صحبت من رو در کانالتون قرار بدید ممنون میشم، که همه هموطنان هم اطلاع داشته باشم. مرسی، ممنون. با درود و سلام خدمت آقای سعید شمیرانی عزیز و همچنین شاهزاده رضا پهلوی. آقای شمیرانی، من یه مطلبی رو میخوام عرض کنم خدمت شما در مورد تلگرام و دلار و خلاصه جنگ ایران و اسرائیل، که اگه دوست داشتید این صحبت رو در کانال قرار بدید که همین متوجه بشن که توی چه روز سختی داریم عبور میکنیم و چه روز سختی دیگری در انتظار من هست. اولا که جنگ ایران با اسرائیل حتمیه، چون گفته که اگه ایران دست از ساخت سلاح هسته‌ای برداره کاری باش کنه، اگه که نه حمله ما شروع میکنه برای ایران، نه به ایران حمله کنه. صحبت من این است که با همشهری های عزیز تهرانی که توجه کنن، از این طرف میخوام مسئله این جنگ با اسرائیل رو پنهون کنن، بپیچونن. دوم این که تلگرام و
فیلترش کردن، یعنی اینکه مثلا اینترنت رو ضعیف کردن که مردم سرگرمن فیلتر و تلگرام این روز صحبت ها باشن که از این قضیه رو فراموش کنن. سوم اینکه الان تو این شرایطی که هستیم دلار دوباره از مرز 6 تومن رد شد به سمت بالا و زندگی ما سخت‌تر خواهد شد. از شهروندان تهرانی عزیزم خواهشمندم که یه نگاه به اطرافیانتون بکنید، یه نگاه به شهر دیگه بکنید، مثل اصفهان، مثل مشهد، مثل تبریز، مثل رشت، مثل کرمانشاه که 17 روز تو اعتصاب کاملن، کاری کردن که فرماندار و شهردار اون شهر اعتصاب کنن، استعفا بدن برن. من موندم چرا بچه هایی که تو تهران دارن زندگی میکنن این همه میگن شعار نویسی میکنن، این همه پرچم شیر و خورشید نصب میکنن، چرا صداشون در نمیاد؟ از خودی مثلا چرا از خودی حرکتی نشون نمیدن، یه جرقه نمیزنن؟ الان پسرعموی بنده، پسرعموی خود شخص من از درجه بالاهای ارتشه، گفته کافیه فقط توی تهران یه جرقه بخوره، یه جرقه بخوره، دستور داده که تمام اسلحه خونه های سر تا سر ایران رو در اختیار مردم بذاره، قول داده خودش، یعنی نامه فرستاده به فرمانده کل سپاه ایران، گفته کوچیک داره زخمی روی همشهریام هموطنام ببینه من همچین کاری میکنم. من فقط منتظر یه جرقه از طرف مردمم هستم، یه پادگان به یه کلانتری اینا حمله کنن، تخلیه کنن، کار اینا تمومه. الان به خاطر جسد رضا شاه بزرگ تن این حکومت به لرزه در اومد، صداشو دیگه در نیاوردن. الان معلومه جسد پاک و مطهرش مردم دفن کردن، سوزوندن، معلومه چی کارش کردن. صحبت من با مردم اینه، چرا گول سیاست های اینا رو باید بخورن؟ از یه طرف جنگ با اسرائیل، از یه طرف این مرتضوی هارون‌زاده که فرار کرده، معلوم نیست خودشون فراریش دادن، معلوم نیست هست، این زندانی کردن، اینا همش دروغه، همه این صحبتاشون دروغه. اصلا به هیچ عنوان باور نکنیم، چون شرایط سختی در انتظار مملکت ما، در انتظار خود ما ها هست. ماهی که داریم در این مملکت زندگی میکنیم شرایط خیلی سختی دارن که داریم میکنیم. این اگه بیافتیم، این اگه جنگ با اسرائیل رو مشروع کنیم به بدبختی، به فلاکت میرسیم ما. پس خواهش میکنم قبل از اینکه جنگ شروع بشه، قبل از اینکه سخت‌تر از این بشه زندگی ما هم، یه جرقه بخوره تو تهران، یه سر و صدایی بشه تهران، چون همه به هوای پایتخت منتقل کنن. اولین حمله و اولین شورش ما این باشه به سمت صدا سیما، فقط تنها هدف اصلی ما این باشه به سمت صدا و سیما باشه، نه جایی دیگه. چون هدف اصلی که نظام نابود بشه، جمهوری اسلامی از بین بره، صدا سیما، نه جایی دیگه. حالا خیابون ولی از حالای شلوغ بشه، نمیدونم پارکی وی شلوغ بشه، میدون فردوسی شلوغ بشه، قیتر یا کل ایران شلوغ باشه، ولی وقتی نتونن مثلا صدا سیما رو بگیریم، صدا سیما به دست محافظت اینا فراری شدن، اینا فرار کردن در رفتن. چرا الکی مثلا کاری که نباید به انجام نشه و نباید انجام بدیم و انجام ندیم؟ خواهش من از شهرونده تهرانیم اینه که یه جرقه بزنن. ارتش نیروی انتظامی با مردم هست، نه با حکومت. ممنونم آقای شمیرانی، ملت دانا و متحد هرگز شکست نخواهد خورد. بیا بریم دشت، همون دشتی که خیام جام دار، های وله تخت جمشید درونش جای دار، های وله. بیا بریم کوه، کدوم کوه؟ همون کوهی که البرز نادار، های وله. ترکولار بلوچ و کردش پایار، های وله. ترکولار جدا نکن، بلوچ و کرد رها نکن، مام میهم به تو نیاز دار، های وله. مام میهن به تو نیاز دار، های وله. بیا
یا بریم رود، کدوم رود؟ همون رودی که کارون شنزاره، های بله قصه ارومیه چه دردی داره، های بله فخر و تندیز و نگیر زبان تبریز و نگیر تاریخ تبریز و نگیر بابک تایسیز و نگیر ترک آسی سبش یه حدی داره، های بله ترک آسی سبش یه حدی داره، های بله بیا بریم شهر، کدوم شهر؟ همون شهری که فریاد خش کرده، های بله پدر فقیر واسش زندگی شرمه، های بله اسممو احفظ نکن، میهنمو تو قصد نکن، برای موندن بس نکن، درد ایران واسه ایرانی درده، های بله درد ایران واسه ایرانی درده، های بله بیا بریم کدوم جنگ؟ همون جنگی که فتنه نام داره، های بله تیتر اخبار برامون تام داره، های بله گرونیه مونده ده به خونمون سامون بده، شهر توفق هوای قب داره، های بله شهر توفق هوای قب داره، های بله جای ما رو پس بده، جای شعار نفس بده، همه تن با من بگو ایرانو میخوام، های بله همه تن با من بگو ایرانو میخوام، های بله همه تن با من بگو ایرانو میخوام، های بله